در 29 بهمن سخنرانی چند روز پیش سعید نمکی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی در مجلس شورای اسلامی حاوی چند نکته مهم بود. بلافاصله تست کردیم. صبح روز سیوم چهارشنبه بود. آقای دکتر نوبخت الان تشریف آوردن. من در دولت عرض کردم که دیشب، البته قبل از اون ما موارد زیادی آزمایش کرده بودیم، موارد مشکوک رو که منفی بود. و اون روز من به عزیزان در دولت روز چهارشنبه عرض کردم که چهارشنبه 30 بهمن ماه که ما دو مورد دیشب در قم داشتیم که علائم بیماری کرونا است از نظر کلینیک. دوستان توصیه داشتن که اعلام این قبل از انتخابات درست نیست. نمکی ادعا میکنه که روز 30 بهمن در جلسه دولت اعلام کرده که شب قبل، یعنی 29 بهمن دو بیمار مبتلا به کرونا در قم شناسایی شدند. این در حالیه که از هفته ها قبل از اون بسیاری از پزشکان و حتی مردم عادی از ورود کرونا به ایران خبر داده بودند. یکی از اونا محمود شهریاری، مجری برکنار شده صدا و سیما بود که در روز 13 بهمن، یعنی بیش از دو هفته قبل از وزیر، از ورود کرونا به ایران خبر میداد. امروز معاون وزیر بهداشت با لحنی غیر مطمئن گفت تا به حال نفوذ ویروس کرونا در کشور دیده نشده، اما در روزهای آینده احتمال زیاد اعلام اون هست. حالا یک سوال خیلی خیلی مهم وجود داره و اون هم اختلاف شورای امنیت ملی با وزارت بهداشته. آیا درست است که گفتن شورای امنیت ملی به وزارت بهداشت دستور داده این خبر رو اعلام نکنن تا بعد از راهپیمایی 22 بهمن، چون ممکنه این خبر روی شرکت مردم در راهپیمایی اثر منفی بگذاره؟ اما نکته مهمی که نمکی در سخنرانیش میگه اینه: دوستان توصیه داشتن که اعلام این قبل از انتخابات درست نیست. وزیر بهداشت جمهوری اسلامی میگه دوستان، یعنی قطعا همکارانش در دولت یا در حکومت، توصیه داشتن که اعلام ورود کرونا به ایران در آستانه برگزاری انتخابات مجلس که روز دوم اسفند برگزار شد درست نیست، ولی او با این نظر مخالفت کرده. جمله سعید نمکی جمله‌ای بسیار تأمل برانگیزه، چرا که این نخستین بار نیست که یک مقام جمهوری اسلامی میگه افرادی در حکومت به او توصیه کردن که حقیقت رو مخفی کنه و دروغ بگه. شاید من یه امید اندکی داشتم که حالا با مرور زمان شاید اصلاح بشه. محمود احمدی نژاد تا حالا ده ها بار گفته بعضی در حکومت مردم رو محرم نمیدونن و حقایق رو از مردم مخفی میکنن. کسایی که مردم رو نامحرم میدونن در واقع خودشون یه نامحرم هایی هستن که حسن روحانی هم در تمام سالهای ریاست جمهوریش از دروغگویی و مخفیکاری بخشایی از حکومت گلایه کرده. چرا دروغ میگیم؟ چرا واقعیت ها رو به مردم نمیگیم؟ حالا راست نمیخواید بگید اب نداره، چون به ما میگن شما دولتیت خیلی کارا کردید، مگر راست گفتن واجبه؟ ما نمیخوایم بگیم، خب نگید. منم نمیگم راست گفتن واجبه، ولی بدونید دروغ گفتن دیگه حرامه. دروغ نگیم لااقل، واقعیت ها رو به مردم بگیم، به ملتمون، به آینده کشورمون، به رشد و پیشرفت آینده کشورمون اعتقاد داشته باشیم. این مردم مردم بزرگی هستند، مردم فرهنگ دوستی هستند، مردم پرتلاشی هستند. رهبر جمهوری اسلامی هم چند سال پیش افشا کرد که افرادی که احتمالاً از نزدیکانش هستند، بعد از هر دوره ای انتخابات ریاست جمهوری سعی میکردن اونو قانع کنن که نتیجه انتخابات رو تغییر بده، یعنی نتیجه واقعی رو مخفی کنه و دروغ بگه. البته خامنه ای ادعا میکنه که این درخواست ها رو نپذیرفته. در سالهای گذشته هم، انتخابات های گذشته هم همینجور بوده. در سال 76، در سال 84، در سال 88، در سال 92 بعضی مقابل چشم مردم بوده، مردم مطلع شدن، بعضی هم مردم مطلع نشدن، اما این حقیر خب در جریان شد.
قرار گرفتم. در همه این سالهایی که شمردم کسانی بودند که میخواستن در مقابل انتخابات بیستن. حالا در سال 88 آشکار شد، آمدن توی میدان اردوکشی کردن. در اون سالهای دیگه جور دیگری. در همه این سالها بنده ایستادم، گفتم نتیجه انتخابات مردم هر چی که هست این باید تحقق پیدا کنه. این اونجاییست که من در امر انتخابات دخالت میکنم و میایستم. از صحبت‌های این مقامات بلند پایه جمهوری اسلامی تنها میشه یه چیز رو نتیجه گرفت و اون اینه که دروغ و فریب ریشه عمیقی در این حکومت داره و مدام مقامات یا خودشون رأساً دروغ میگن و مردم رو فریب میدن یا اینکه اطرافیانشون اونا رو تشویق به این کار میکنن. در رابطه با بیماری کرونا، خب مستحضرید که اولین گزارشات رو ما از شهر ووان چین دریافت کردیم. بلافاصله بعد از اخذ گزارش بنده همکارانم رو صدا کردم و ترتیب برنامه هایی رو دادیم برای مقابله با ورود احتمالی ویروس. برای ما کاملا مشخص بود که یک ویروس جدید با یک رویکرد جدید با یک رفتار متفاوت قطعا ما رو گرفتار خواهد کرد. خب همه مستحضرید که اولین مورد این کرونا ویروس در سال 2003 تحت عنوان ویروس سارس کشور چین رو اولین بار گرفتار کرد. منشأ باز در خفاش تشخیص داده شد و بعد به انسان منتقل شد. در سال 2012 کرونای جدیدی در منطقه خاورمیانه به عنوان مرس بروز کرد که اولین مرگ رو ما در جده عربستان داشتیم و مخزن رو شتر و آن هم شتری که از طریق خفاش گزیده شده بود تشخیص دادن. خب این کرونای جدید که یک رفتار کاملا متفاوت از کروناهای قبلی داشت بروز کرد و خب در کشور چین قتل عامی رو در شهر ووان انجام داد و بعد به جاهای دیگه چین هم به گونه ای سرایت کرد. ما در همون روز اول تشکیل جلسه دادیم برای پروازهای مستقیم از چین. تصمیم گرفتیم بلافاصله به همه دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ کردیم. بله من عرض می‌کنم تک تک اینا رو خدمت رو عرض می‌کنم. ما در همون ماه بهمن، از همون اوائل بهمن ما دانشگاه‌هامون رو آماده کردیم برای تخت خالی، برای امکانات، برای آزمایشگاه. چون می‌دونید آزمایش و کیت آزمایشگاهی کرونا درست بعد از دو هفته که وارد ایران تشخیص داده شد تازه WHO یه تعداد محدودی کیت به ما داد، اما ما همون روزای اول با انستیتو پاستور و خانم دکتر مختاری در آزمایشگاه دانشکده بهداشت کیت تشخیص بیماری کرونا جدید رو طراحی کردیم و دو آزمایشگاه ما آماده تشخیص بود. اولین موردی که به ما گزارش کردن، چون مستحضرید قبلا هم من این رو توضیح دادم، ما پیک پاییزه آنفولانزای H1N1 رو داشتیم و این پیک پاییزه منتظر بودیم که پیک زمستانه تایپ B آنفولانزا بروز کنه. خب گزارشاتی از سراسر کشور بعد از اون سرمای بارندگی برف زمستانه به ما گزارش شد. مواردی از شهر قم در قالب سرماخوردگی و آنفولانزای حاد گزارش شد. اینها اومد، 8 مورد آنفولانزای تایپ B تشخیص داده شد و بعد از اون ما متاسفانه 2 مورد در روز 29 بهمن 2 مورد رو به ما گزارش کردن که در شهر قم دچار علائمی است به این شکل. بنده همون لحظه به همکارانم عرض کردم که این گزارش با گزارش‌های قبلی متفاوته، این قطعاً باید ما شک کنیم به این که اینا ممکنه که کرونای جدید باشه. بلافاصله تست کردیم. صبح روز 30 چهارشنبه‌ای بود
آقای دکتر نوبخت الان تشریف آوردن. من در دولت عرض کردم که دیشب، البته قبل از اون ما موارد زیادی آزمایش کرده بودیم، موارد مشکوک رو که منفی بود، و اون روز من به عزیزان در دولت روز چهارشنبه عرض کردم که چهارشنبه 30 بهمن ما که ما دو مورد دیشب در قم داشتیم که علائم بیماری کرونا است از نظر کلینیک. صبح زنگ زدم به خانم دکتر مختاری و همکارانم، گفتن از 3 آزمایش آزمایش اولیه مثبت شده، 2 آزمایش دیگه باید بذاریم که تا ظهر هر دو گروه، هم پاستور برای که ما اولین موردی که می‌خواستیم اعلام کنیم کار سختی بود، هر دو با هم پارالل آزمایش رو انجام دادن و متاسفانه مثبت اعلام شد و من همون روز ظهرم این رو اعلام کردم. گرچه بعضی از دوستان توصیه داشتن که اعلام این قبل از انتخابات درست نیست، ولی بنده همواره اعتقادم به این است که درست‌ترین کار صداقت و راستگویی به مردمه که ما این سرمایه بزرگ اجتماعی رو از دست ندیم. نه خیر، من عرض میکنم خدمتون. بله، ببینید اون چه که حالا بعداً باید ما در یک جلسه مفصل، در یک جلسه غیر علنی بنده بیام و برای عزیزان توضیح بدم، ما 23 تیم اپیدمیولوژیست ما داره کار میکنه که آیا اولین منشأ ورود بیماری در کشور کجا بود، کما این که اون چه که در گیلان اتفاق افتاد همون روز اول بنده عرض کردم، با اون چه که در قم اتفاق افتاد 2 مقوله کاملا مجزا و متفاوته، و ما برای تک تک اینا ردپای همه‌گیرشناسی ورود ویروس و تک تک مواردش رو بررسی کردیم که انشالله توفیق داشته باشم در یک جلسه غیر علنی من مواردی رو خدمت عزیزان عرض خواهم کرد.